بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری ساعت 10 از تلویزیون تمدن خوش آمدید. وزارت امور داخله از دیدار یک هیئت علمای امارات متحده عربی با سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت خبر داد. سراج الدین حقانی در این دیدار گفته جهان نباید در تعامل با افغانستان سیاست دو پهلو را بازی کند، زیرا به ضرر منطقه تمام می شود. رئیس هیئت علمای امارات متحده عربی نیز در این دیدار گفته برای رسیدن به اهداف دراز مدت در کنار ممنوعیت آموزش دختران برخی مشکلات دیگر نیز وجود دارد که انتظار داریم این مشکلات حل شود. سراج الدین حقانی در پاسخ ما گفته محدودیت در برابر آموزش دختران دائمی نیست و دین اسلام تعلیم را بر مرد و زن فرض کرده است. نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در حال اوجگیری است. این نهاد گفته در حال حاضر خبرنگاران با مشکلات و چالش‌های جدی مواجهند. پیشتر فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان در گزارش سالانه خود گفته بودند در یک سال اخیر حدود 137 رویداد مرتبط با رسانه‌ها را به ثبت رسانده که شامل بازداشت، توهین و لتوکوب خبرنگاران می‌شود. برنامه جهانی غذا گفته برای کمک رسانی به 13 میلیون تن در افغانستان در ماه اپریل به 93 میلیون دلار و در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. این برنامه گفته پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و روی کار آمدن حاکمیت جدید، خانواده ها با بحران های پیهم از جمله گرسنگی روبرواند. برنامه جهانی غذا گفته در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذای بعدیشان از چه طریق فراهم می شود و 6 میلیون تن دیگر در یک قدمی قحطی قرار دارند. شهرداری کابل از ختم کار فاز اول کانال جبارخان در غرب کابل خبر داده. میگوید فاز دوم این کانال در 15 حمل سال پیش رو آغاز می شود. سخنگوی اداره گفته این پروژه به طول 2.5 کیلومتر در مربوطات ناحیه 13 و 6 شامل سرکسازی و مدیریت آبهای سطحی می باشد. وکلای گذر و باشندگان محل نیز خواهان تکمیل این پروژه و ایجاد سرک های دیگر هستند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد این کشور به زودی روند پارلمانی مربوط به پذیرش عضویت فنلند در ناتو را شروع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان گفت انقره تصمیم گرفته تنها پیوستن فنلند به ناتو را تایید کند. اردوغان در عین حال تلویحا شرط را برای تصویب عضویت فنلند در ناتو مطرح کرد و گفت حمایت فنلند از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برای انقره بسیار حائز اهمیت است. ویدن و فنلند در ماه می گذشته رسما درخواست پیوستن به ناتو را مطرح کردند، اما از میان همه اعضای این سازمان تنها هنگری و ترکیه با عضویت سویدن و فنلند موافقت نکردند. و بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان بار دیگر به تعویق افتاد. دادگاه در لاهور اعلام کرد این دادگاه با اعطای مسئولیت قضایی یک هفته‌ای به عمران خان موافقت کرده است. بر این اساس قاضی دادگاه عالی لاهور با صدور حکم به نیروهای امنیتی دستور داد تا روند بازداشت عمران خان را تا یک هفته آینده متوقف کنند. این در حالی است که عمران خان روز گذشته به دادگاه عالی لاهور رفت. آقای خان که از سوی پلیس پاکستان به اتهامات مختلف روبرو است تا کنون از حضور در دادگاه خودداری کرده و گفته بود که زندگیش در خطر است. به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما. روز خوش. خدا نگهدار.